درود و حرمت فراوان به شما عزیزان دنبال کننده کانال نخبگان. در این نوبت از گفتگو با جناب سید رضا هاشمی، رئیس شورای سرتاسری مردم بدخشان در اسلام آباد صحبت میکنیم، راجع به این که در این هفته ها و روزهای پسین چند موردی در پیوند به محور افغانستان از سوی سیاسیون و کسانی که فعال هستند و خودشان را فعالان حوزه ضد طالبان معرفی میکنند مطرح شدند. بحث گفتگو با طالبان و همچنان شکل دادن حکومت در تبعید، که این هر دو مورد از آدرس شورای مقاومت برای نجات افغانستان که بیشتر معروف به سیاسیون انقره نشین یا ترکیه نشین هستند مطرح شد. بحث صلح از سوی رئیس کمیته ای شورا آقای الماس زاهد مطرح شد، هرچند بعدا از سوی سخنگوی این شورا رد شد و همچنان طالبا هم موضوع گفتگو با اعضای این شورا یا با این شورا را مطرح کردن. در کنار از او پیش از این از سوی امی شورا بحث شکل دادن حکومت در تبعید هم مطرح شده بود و موارد دیگه که آرازگاه نشستایی که برگزار میشه از این آدرس شورا یا واکنش های یا کنش هایی که می داشته باشن مطرح میشن. ما در این گفتگو می خواهیم که راجع به امی مطرح شدن چندین نگاه و چندین دسته از طرحها و از اون طرف هم مطرح شدن چند دستگی میان خود امین نیروها و ای که واقعا اینها با گروه طالبان مبارزه میکنن، اگر مبارزه میکنن چگونه است صحبت میکنیم. جناب هاشمی درود بر شما، ممنون از اینکه لطف کردین و به ما فرصت گذاشتین. میخواییم که از صحبت ها را از اینجا آغاز بکنیم که چرا شورای مقاومت برای نجات افغانستان فکر میکنین که بحث گفتگو با طالبان را مطرح کرده، هرچند این شورا از همون آغاز هم طرح گفتگو کردن با گروه طالبان را در پیش داشت، ولی چرا بار دیگر این را فعلا مطرح کرده و فکر میکنین که چقدر واقعیت داره؟ آیا طالبان ممکن است که با اعضای شورا گفتگو بکنن و از در گفتگو وارد شوند؟ من سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت همه بینندگان و شنوندگان کانال شما. پیش از اینکه من راجع به سوالای شما جوابی داشته باشم، جا داره که حادثه غمناک و حادثه بسیار به شکل فاجعه و در مرز یا داخل خاک ایران با هموطنان عزیز ما که این حادثه اتفاق افتاده و این عمل نیروهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنم و این قطعا با این ابایش ارزش ایمانی اسلامی امسایگری و حقوقی هیچ امخانی به هم نداره و برای زخمی ها از خداوند تبارک و تعالی شفای عاجل میخوایم و برای همه شهدایی که در این راه مهاجر، کسایی که مهاجرت میکنن اونا در حقیقت شهید میشوند، برای اونا هم بیشتر بر این آرزو دارم و دغم و درد همه مردم شریف افغانستان خدا شریک میدانم و برای همه مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. میب در بحث سوالای شما جناب مجیدی صاحب بزرگ، ما میخوایم امشب از دیگه زاویه این موضوع را به بررسی بگیریم. اول خو امی شورای مقاومت یا برای نجات افغانستان، اینا در این جای جغرافی های افغانستان در حال جنگ مصروف نیستن که بحثی سال مطرح کنند. اگر در افغانستان نظر به ایدیای طالبان خب این جنگ وجود نداره، اگر هم جنگ وجود داره او از طرف جبهه مقاومت یا جبهه آزادی یا سایر جبهات دیگری است که اونا عضویت شورای مقاومت و نجات افغانستان نداره. پس مطرح کردن این موضوع برای من یک اندازه و مضحک است. من به یاد می اندازه این مطرح کردن رسول آقای زاهد، الماس زاهد و تفاهم نامه خلیلزاد.
شما ببینین بیراه نیست، خواستم که این دوتا رو به هم مثال زده باشم. شما ببینین در دنیا آیا تا اینی دقیقه که ما شما صحبت میکنیم در دنیا نظیرش از شما در کدام کتاب، در کدام مجله، در کدام دولت، در کدام جغرافیای خواندین که یک دولت مشروع مبتنی برای مردم وجود داشته باشه و یکی به نام خلیلزاد از آدرس مردم افغانستان که مثل که در زمان حکومت هم گاه به عنوان یک سایه می آمد دخالت میکرد در اموری افغانستان، گاه به عنوان یک نایب الحکومه و گاه هم به عنوان یک تام الاختیار برود در یک کشور دیگری با یک گروه تروریستی، او گروه تروریستی که جامعه جهانی ایالات متحده امریکا بیشتر از چند کشور مبارزه بر علی او آمده بود و تمام همی سرانی از در لیست سیاه بالاخره تحریم سازمان ملل متحد بود، حتی به اکثری از اونا جایزه تعیین شده بود که بعد اینا از بین برود. با اون گروه رفته تفاهمنامه امضا کرده آقای خلیلزاد، یعنی تفاهمنامه با یک گروه تروریستی نه بنیاد حقوقی داره و نه بنیاد اجتماعی داره، نه بنیاد اخلاقی داره، نه بنیاد انسانی و اسلامی. اینم زاهید هم حالا میخواید که با طالبا داشته باشه. جناب آقای زاهید من احترامی دارم، برایشان ندیدیم و از طریق میدیا میبینم. اول از این سوال شود که شما در همین تای مدت بیشتر از سه سال چند ماهی چی کار کردین؟ مثلا برفرض بجز یکام جلسه تشریفاتی را گرفتین برای اول پرسی شما خوب هستین، من خوب هستم، بخیر هستین، کجا زندگی میکنین، چطور شد سفرها، بخیر تیر شد؟ بیشتر از این خود کدام کفی ملت افغانستان از این شورای نجات برای نجات افغانستان، شورای مقاومت برای نجات افغانستان، ما خود چیزی ندیدیم که ناظر در قضایی هستیم. بحثی دومی دیگه جناب مجیدی سه، اگر فرضیه بگیریم شما میخواین که بحث مذاکره کنین، مذاکره خب باید نظام میشه کرد، مذاکره باید دولت میشه، مذاکره با کسی میکنه که حداقل او باور به منافع ملی داشته باشه، باور به منافع افغانستان داشته باشه، باور به جغرافیای افغانستان داشته باشه، باور به مردم افغانستان داشته باشه. گروهی طالبا که امروز در افغانستان آمدن، اینا خلافت دارن، اینا قانون اساسی را جرم میپندارن. اگر یه چه مفاهیمه یا مذاکره بکنن، این غیر منطقی است به نظر من. بله جناب هاشمی صاحب، فکر میکنین که همین کسانی که خودشان را میگن که ما از طریق سیاسی در برابر طالبان و مخالفت ما ادامه میدیم، ادامه دادیم، حالا 3 سال هم گذشته و هنوز هم اینها هم تنها راه را بحث صلح و مذاکره میدانن، از طرف طالبان اصلا هیچ گاهی آماده نشدن که چنانی که شما هم گفتین صحبت بکنن با اینها، از مذاکره صحبت بکنن و گپ بزنن. خب میگن بیاین زندگی بکنین، دیگر آمدن با امیرالمومنین طالبان بیعت کردن، شما هم بیاین بیعت کنین همینجا زندگیتان ادامه بدین. این سیاسیونی که ادعای 30-40 سال یا 4-5 دهه مبارزه و استادگی و تجربه و سیاست و قیاست و از این موارد و مسائل را با خودشان حمل میکنن، فکر میکنین که شناختشان از گروه طالبا دقیق است یا اینها طالبا را به شکل درست نمیشناسن؟ من میخوایم بگم که کاش که یک نیادی میبود اینا را یک چند وقت درباره طالب شناسایی و درباره اهداف طالب و برنامه طالب اول آموزش میداد تا که اینا طالب را بشناسن. جناب مجیدی سید، طالب، من پیشترم گفتم طالب خلافت میخواید، طالب دولت نمیخواید،
یعنی برای طالب رهبرای طالبات هنوز از زبانشان نشنیدیم که خلافت بخواین، اونا همیشه امارت میگن. شما این مسئله را که مطرح میکنین به اساس کدام دلایل و اسناد میگین که اونا خلافت میکنن؟ من از لحاظ علمی را به شما مطرح میکنم و از لحاظ عملی را میبینیم. دولت بدون قانون اساسی میشود. شما ببینید هیچ دولتی را در جهان دیدین که قانون اساسی نداشته باشد؟ هیچ دولتی را در جهان دیدین که بیرق ملی نداشته باشد؟ هیچ دولتی را در جهان دیدین که سرود ملی نداشته باشد؟ هیچ دولتی را در جهان دیدین که بالاخره قوای سراسر نباشد؟ طالب این فاقدی از اینا هست. این دیگه برای ما از حرمین شمس است. بیرق طالب بیرق خلافت است. اونا اسلام هم میخواید. اسلام در تمام جغرافیای دنیا یعنی تطبیق اسلام در تمام جغرافیای دنیا میخواید. به همین خاطر هم است تمام مخالفین کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که بر علیه بالاخره این نظام های دموکراسی یا دموکراتیک بر علیه از اینا جنگ میکنن، اونا در کنار طالب است. مثلا شما مخالفین تاجیکستان رو ببینید چی میکنه خیلی در افغانستان، مخالفین پاکستان چی میکنه، مخالفین مثلا برفرد ازبکستان چی میکنه، مخالفین چین، مخالفین ایران. یعنی کشورهایی که مبتنی بر رأی مردم است، مبتنی بر به اصطلاح رأی دموکراتیک است که به قدرت میرسم و انتخابات است و بالاخره پارلمان است و و و طالب بر علیه اینا مبارزه میکنه. این اگر نمیفهمن حال باید بفهمن. بحث دوم دیگه می است جناب مجیدی صاحب که متاسف میکنم کشورام همی مخالطه را هنوزم میکنن یا بازی میکنن به افکار از آن ملت ما، یا واقعا خودشان در کوچه نافهمی میزنن یا فکر میکنن ما نمیدانیم. مثلا گان آقا از تریبیون روسیه تقاضا میشه که خب شما باید یک حکومتی همه شمول باشه. گان آقا ایران مطرح میکنه حکومتی همه شمول. گان آقا مثلا برفرض پاکستان مطرح میکنه حکومتی همه شمول. حکومتی همه شمول در صورتی به وجود میآید که اول یک قانون اساسی در کشور وجود داشته باشه. وقتی حکومتی همه شمول مطرح میشه که حداقل برای شهروندی از او کشور احترام گذاشته شود، برای شهروندی از او کشور. امروز شما میفهمید در افغانستان هیچ کسی در سراسر افغانستان جرأت نمیکنه که اصلا یک کلمه گفت به آدرس امی خلافت بگوه. این خلافت است. این قطعا این خلافت است. هدف طالب حاکم کردن نظام اسلامی در منطقه و فرامنطقه است. هدف طالب دولت ساختن نیست. این اگر تا بالا کشورها نفهمیده، سیاسیونی ما نفهمیده و استادها و کارشناسها تحلیلگران اگر یا فهمیدن که متوجه نشدن یا اینکه آقایی در این باره نداشتن یا طالب شناسیشان زدن، این وقت سر از این لحظه بدانن که طالب اهل دولت سازی نیست، طالب اهل مذاکره نیست، طالب اهل مفاهمه نیست، طالب اهل هیچ چیزی نیست. حتی طالب بجز از خود همون ملا را دیگر می چای مردم افغانستان نه میپذیره و نه میخواه و نه امراش کنار میه. این ما برای شما اطمینان بدم که من چون کسی هستم که در میان هم هستم، در جغرافیای افغانستان بودیم. خود شما میدانید که 3 ماه در جغرافیای افغانستان بودم. افکاری از اینا را، نظر از اینا را، اندیشه از اینا را، همگی از اینا را من دیدم. نه این باره در بیرون باشیم خلافا چی ندارد؟ نظامی حکومتی منافی مردم مردم افغانستان بنامی جغرافی هایی که ما در افغانستان جغرافی های سیاسی داریم، اصلا اینا پیش طالب مفهوم ندارد.
بله، ما از مخاطبان کانال نخبگان پیشا پیش به خاطر برخی اختلالی که در این گفتگو است به خاطر اینترنت پیش میاد پوزش میخوایم، تلاش میکنیم که این گفتگو در فضای ادامه پیدا بکنه که آری از اختلال باشه. با می امید این صحبت را ادامه میتیم. با جناب هاشمی صاحب میخوایم این مورد هم پرسان بکنم. آقای هاشمی، که فکر میکنین چرا امین نیروهایی که مدعی هستند از طریق سیاسی و مبارزات سیاسی به خاطر نجات مردم افغانستان کار میکنند، در بیش از 3 سال به یک انسجام نرسیدن؟ تا هنوز هم چنانی که شما هم یاد کردین یک برنامه مشخصی که روی از او استادگی کنند. برنامه های متعددی را مطرح کردن، گزینه های متعددی را مطرح کردن، همیشه آمده، اما یک برنامه که روی از او استادگی بکنن و پیوسته سر از او ریزنی بکنن کار بکنن، به یک چنین برنامه یا به یک چنین نتیجه نرسیدن. جناب مجیدی صاحب، اصلا ما میخوایم بگم که هیچ طرحی ندارن، هیچ برنامه ای ندارن، هیچ استراتژی ندارن. یعنی در این مدت بیشتر از 3 سال چیزی دیده نمیشه. ما میخوایم برای این بزرگوارا و این رهبران سیاسی افغانستان خدمتشان عرض کنم که جرمی شما بالاتر از جرمی کرزی نیست. اگر قرار می بود که طالب کسی را میکشت، اول باید کرزی را میکشت، بخاطر که با قوت به مفکنای 51 و 52 در افغانستان آمد، طالب را نابود کرد. اگر قرار می بود که طالب کسی را جزا می داد، آقای عبدالله را جزا می داد که 24 ساعت در امی 2 دهه در تلویزیون ها حاضر می شد، گرون باره می کرد، مرگ به تروریست ها، ما با تروریست طالب مذاکره نمی کنیم. اگر قرار می شد که بالاخره طالب اذیت و آزار می رسان، آقای مسلمی ها را می رسان که رئیس سنای کشور بود، بالاترین مقام، پس به این معناسته که امیرالمومنین مثلا برفرض یعنی دارالخلیفه اعلان کرده، عفو اعلان کرده، این بزرگاه هم بیان کلگشان بروند در امور جغرافی های افغانستان، همینطور که خلیلزاد گفت، بروند بقیه عمر خود همونجا تیر بکنن و این به اصطلاح نمایش های فیسبوکی و این نمایش های مجلسی که میگیرن برای مردم افغانستان، فکر میکنن که یعنی مردم افغانستان این مثلا برفرض میفهمن که ما کدام کاری میکنیم. نی دیگه، مردم افغانستان حالی و مردم سابق نیست، مردم اوشیار شده میکنیم. شما استناد میکنین به گفته های خلیلزاد، خلیلزاد به خیر مردم افغانستان یک چنین نکته را بارها تکرار میکنم و میگه، چنانه که در گفتهایتان شما هم گفتین راجع به گفتگوهای سالی که با گروه طالبان آقای خلیلزاد داشت، دو خیر نهفته نبود، افغانستان امروز تسلیم به گروه طالبان کرده. آیا این نکته دیگه را که راجع به سیاستون افغانستان میگه به خیر مردم افغانستان و افغانستان است؟ خلیلزاد هیچ وقت به خیر مردم افغانستان اگر کار میکرد، به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک دکترا، به عنوان یک کسی که در غرب زندگی کرده، ما را به این فاجعه گرفتار نمیکرد. خلیلزاد شما میدانید که متاسفانه از ابتدا تا آخر از قانون اساسی گرفته تا در تمام برنامه های افغانستان این ناکامی مثلث خلیلزاد و آقای جلالی و آقای کرزای است که امروز مردم افغانستان، یعنی امروز ما و شما شاهدش هستیم که 200 تا 250 نفر، حالا منابع تایید نکرده چقدر است، بلکه 1 افغان، 100 افغان، 50 افغان، امروز مثلا برفرض در بدر خاک بر سر هستند. اگر نه چی بود که جامعه جهانی به ما نکرد؟ بیشتر از مثلا برفرض 2 تریلیون دلار برای افغانستان کمک کردن، صرف در بخش انکشافی میلیاردها دلار در افغانستان آمد. اینمی آقای خلیلزاد، اینمی مثلثی را که من به شما گفتم و با چند جای دیگر، امروز افغانستان با جایی رسانده که قوم در مقابل قوم دشمن است، گروه در مقابل گروه دشمن است، اصلا از کشتن یک دیگر لذت میبرند.
از مثلا آوارگی یکدیگر لذت میبرند، حتی افتخار میکنند که ما خانهشان را غصب کردیم، حتی افتخار میکنند که ما تجاوز کردیم بر علیهشان، یعنی به ناموسشان تجاوز کردیم. این فاجعه هم اگهش کارهای آقای خلیلزاد است، شالوده ای کار آقای خلیلزاد خراب گذاشت، گزارشات ما امریکایی آقای خلیلزاد خراب داد، گزارشات وارونه داد، حقیقتا را نگفت. من میخوایم بگم که یعنی جناب مجید صاحب، من از خلیلزاد به این خاطر گفتم که هم خلیلزاد که گفته اینا را بروه، اینا هم جزی همون تیم هست دیگه، او جزی از اینا هست، اینا جزی از اوست، اینا کدام فرق نمی کنند، دو سیکه هست، این بر اون برش کدام فرق نمی کنند، آقای عبدالله و آقای بلاخره کرزای و آقای خلیلزاد و همین تیم جمهوریت، آقای غنی و اکس و وای زد، ما روش شالی هر کدام اینا نمیتونیم نام ببریم، اینا کلگی دو سیکه و یک رو هست کنم، تفاوتی ندارن. اینا برونده کار، کسی به اینا کار نداره. بزرگوار، بله، در پهلوی از او جناب هاشمی صاحب، گروه طالبا پیوسته از استقرار امنیت و از تعاملشان با دنیا صحبت میکنن. میدانیم که تعاملی که کشورها داشتن با این گروه تعامل استخباراتی بوده، تامین امنیت هم خود طالبا عامل اصلی ناامنی در افغانستان بودن، تحقیق نشان داد و همه هویداست و این آفتابیست روشن که با هیچ انگشتی پنهان نمیشه. امروزه طالبا میگن که ما در انزوای سیاسی قرار نداریم، یا ما افغانستان را در انزوای سیاسی قرار ندادیم. این را مولوی کبیر که معاون ریاست الوزرای نامنهاد گروه طالبان در کابل است مطرح کردند. شما که از نزدیک رفته بودین و افغانستان را هم دیدین، امی پس از تسلیم دادن افغانستان به گروه طالبان، چی فکر میکنین؟ افغانستان در چه حالتی قرار داره؟ مردم افغانستان و خود سرزمین به نام افغانستان در چه حالت و وضعیتی قرار گرفته؟ خب من خدمت تان عرض کنم، دو موضوع را شما مطرح کردین، یکی بحثی امنیت، یکی بحثی روابط طالبا. روابط طالبا از بس که خوب است، از بس که سازنده است، اینه میبینه که به هر سرزمین شهروند افغانستان بروه برگبار میبندن. این از همین روابط نیک طالبا است. از حرمین شمس ما شما به چشم آمان میبینیم. روابط طالبا و کشورها به حدی خوب است که مرزها را نه تنها کسی میخواردار گرفتن، حالی میخواین دیوالای بوتونی، با دیوالای بوتونی بالاخره مرزاشان را بسته کنن. روابط طالبا به حدی خوب است با کشورها که ویزه پاکستان از $2,000 به اون طرف رفت تا بتونه یک مریض پاکستان بیاید، که یعنی جایی که بالاخره اولین کمک و امداد و همکاری را با طالبا کرده بود. این روابط طالبا است. روابط طالبا با کشورهای منطقه در حدی هست که شهروندان افغانستان، هموطنای عزیز ما را، این شرم باد بر لابیگرای طالب، به هر جایی که می روند احساس میکنن که اینا تشتفکن هستند، احساس میکنن که اینا تروریست هستند، احساس میکنن که اینا ضد بشر هستن، احساس میکنن اینا انتحاریستن. این روابط طالباست که ما شما از حرمین شمس میبینیم با کشورهای همسایه. میبانه درباره در بحث امنیت، اگر امنیت از نظر دانشمندا تعریف کنیم که به 18 نو رسته، از امی 18 نو کدام نوع امنیت در افغانستان حاکم است؟ شما به من بگوید حالا طالب خوب سواد است این موضوع را میگه. من تاسف میکنم بعضی از لابیگرهای طالب این موضوع میگن. امنیت روحی ما نداریم، امنیت جسمی نداریم، امنیت اجتماعی نداریم، امنیت فرهنگی نداریم، امنیت شخصی نداریم. شما در سرک میرین، یک نفر میاید شما را قایم از پشت گردن میگیره، قیچی رو گرفته گشته، تمام موهای سرت مثلا برفرض چیکار میکنه؟ قیچی میکنه و اگر گپ هم بزنی زیری مثلا برفرد ماشین میکنه، یعنی زیری موتر میکنه. شما نایدین دمی هفته گذاشته یک جنرال برجسته رو تکاخل زیری موتر کردن. مثلا در بدخشان اون روز یک عروسی بود، داخل رفتن حالا پخش نکردن، چند نفر بالاخره مجروح کردن در داخل حریم خانه مردم. اونجون کدام نه سرود بود و نه کدام خواننده رو بودن، نه کدام بالاخره موسیقی، در مبین خودشان، تنها در مبین خودشان یک محفل کوچک گرفتن،
داخل شدم، بالاخره چند نفر اونجا زخمی کردن در داخل خانه مردم. منظورم از بحث امنیت است. امروز در افغانستان هیچ نوع امنیتی وجود نداره. اگر در افغانستان امنیت وجود داشته باشه جناب آقای مجیدی، ما تبلیغ نمی کنیم از حرمی نشان، بالا خدای هم آدیر است که ما را اون نظاره میکنه. اگر در افغانستان امنیتی وجود داشته باشه، در ظرف 3.5 سال طالبا 14 میلیون افغان خارج میشه از اون کشور، 25 میلیون افغان تقاضای پناهندگی میته برای دنیا، 18 میلیون افغان فعلا در یعنی فقر، یعنی زیر فقر زندگی میکنه، 9 میلیون طفل سوی تغذیه با سوی تغذیه گرفتار است. چی نوع امنیتی؟ اما امنیتی که برقرار است او کدام امنیت است؟ شما وقتی اختیار نداشته باشید، وقتی شما اختیار نداشته باشید، مثلا زن شما اختیار نداشته باشه برای و تا مادار یک سودا را بیاره، وقتی که شما یک روز نیستید مریض میشین، خانم شما مثلا اختیار نداشته باشه که برای اولاد شما را به دکتر ببره، یا مثلا از این ولایت تا ولایت یه جای پدر مادرش بره، چی نوع امنیتی؟ هیچ امنیتی وجود نداره جناب مجلس. جناب باشیم ایسر، شما در جایی که بسر میبرین میبینیم که در پاکستان هستن، در روزها و هفته گذشته هم از سوی گروه طالبان نوار پخش شد. در اون نوار شخصی مدعی شد که شما با سازمان استخباراتی پاکستان در ارتباط هستین، با کرنل های سازمان دیدار میکنین و صحبت های دارین و قرار است که دست به یک سلسله تحرکات بزنین. ما میخواهیم که راجع به این نکته از شما بدانم، به مخاطبان ما با لطف بکنین یک بخش از این صحبت ها رو بگوین، چون ما از طریق کانال ما پیوستن با شما صحبت هایی داشتیم، مخاطبان ما دنبال میکنن، بهتر است که در این قسمت از شما بیشتر بدانن. فکر میکنین که طالبا چرا خواستن که یک چنین موضوع و موردی را در این قبال مطرح کنن و این موضوع را پخش بکنن؟ یک موضوع. و موضوع دیگه، پاکستان امروز راجع به طالبان چی فکر میکنه و چی نتیجه رسیده؟ ما در سطح رسانه ها میبینیم که خبرهای گویا از اختلاف بین طالبا و پاکستان به میان آمده. یک چنین چیز واقعیت داره یا خیر؟ خب هر تقدیر ما یک کنشگر سیاسی هستیم، هرچه که در قسمت ما میگن او به اصطلاح یک تبلیغات میکنن، ما کاری با او نداریم. من در یک بحث دیگه با جناب آقای مامونم گفتم که 4 ادعایی که اونا کردن، این واقعا این 4 ادعا وجود نداره و شما کوتاه اشاره میکنم بعد میگذاریم. اولی که کسی را به نام عبدالیقین نام گفتن، او عبدالیقین نام امی آدم گفته با ما در جغرافی های افغانستان آشنا شد. خب اما عبدالیقین نام هم بیارن مصاحبه کنم که او عبدالیقین نام کی هسته؟ دومیست که امی نفری را که اینا ادعا کردن خودی از این طالب هسته. امی آدم زن پاکستانی داره، امی آدم 23 سال در پاکستان بوده، رفت و آمد داره. امی لابیگری طالب با دولت غنی امی آدم میکرد، از او بر میامد، از این بر میرفت. این چیزی که میگم، دو تا اولاد داره، سیالکوت پاکستان زن گرفته، من مستند میگم. دوم بحثی که این آدم مطرح کرده بود که بله ما رفتیم دوتر افغان هفت. شما ببینین یک استخبارات یک کشور بعد میره دوتر یک افغانی که اونم در منطقه پیشاورمر، یعنی خرابترین منطقه، بعد در امون اوتر یک افغانی تصمیم میگرن. آیا اینی میره عقل سالم در بدن کسی که از امی تصور میکنه؟ فرضیه بگه رفتن در امون اوتر شیشتن، خوب اوتر کامره مخفی داره، اینا سفارت دارن، برن امون کامره مخفی اوتر را چکنه، از یک هفته 3 سال تر نشده، یک هفته تر شده. دومیسته که حالا فرض کن کامره مخفی را از بین بردن، اوتلی را پرسان کنن، اوتلی را بگیرن، بگن در همچه یک تاریخی، در همچه یک هفته گذشته 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، 10 نفر، او گفتن نظامی های سابق بوده. اون نظامی های سابق نه، او کی بوده؟ این منظور میسته که یعنی این از امو نیایت بیسوادی از این هست. چیزای آدم از یقل دروغی را مطرح میکنه که از یقل 1% خورا داشته باشه. حالا یک استخبارات یک کشور میره در گوتل افغانی میشینه، جلسه میگیره و بعد گپای پلاناشه، بعد میگه از همونجا در افغانستان تطبیق میکنه.
این خب یعنی این منطق نداره، این کلام دروغه. بسی سیومی دیگه این بود که این آدم مثلا بر فرض به افغانستان رفته و گفته که از من که آمدم گروه های ناریزای طالب که در مجموعه های بسیار زیر مجموعه های طالب از این امر استقبال کردن. خب اون زیر مجموعه های طالب کی هستن؟ اونا را هم نشان بده، نه یک دو ده بیست نفر را نشان بده، اینی افر این افر از بدخشان، اینی از تخار، اینی از قندوز، اینی از کابل، اینی از مزار، اینی از پنشیر، کاپیسا، این زیر مجموعه ها کی بودن؟ یک نفر اون را نه، یک نفر دو نفر تا نفر هم بود که اینا بودن. این به این معنی که دروغ است، شاید افغانی است. بس چهارم دیگه ای است که بسیار جالب، من یک مکتوب نوشته باشم عنوان رئیس حزب جمهوری تاجکستان که کمک ها را برای ما فراهم بکنید. من چی کاره که من مکتوب نوشتم؟ ما را شما خودتان بگید. پس اگر واقعا تو یک هم بودیم، پس ما بسیار اگر آدم کلام بودیم دیگه. این بحث اینا بوده. بحث این که ما بر علی طالب مخالف طالب هستیم، بله ما مخالف طالب هستیم. ما مخالف روش طالب هستیم. ما مخالف اعمال طالب هستیم. ما مثل آقای زاید واره هیچ وقت نگفتیم که ما میخواییم که مشارکت داشته باشیم، ما میخواییم صلح داشته باشیم. ما به کابل رفتم، بسیار پیشنهادهای کلانی رو در اختیار من قرار دادن که میخواییم در این دهی دهی پست. ما بفتیم ما پست نمیخواییم، ما فقط میخواییم ملت ما آرام باشه. ما میخواییم که ملت... چرا مثلا وقتی شما به کابل رفتین طالبا هم این پستای کلان با شما پیشنهاد کردن؟ بله بله، گفتن میتونه که مثلا برفرد به عنوان سفیر جایی برای ما بفرستیم. میتونه در... چرا همین پیشنهاد به شما کردن؟ چرا فکر میکنی این پیشنهاد به شما کردن؟ من 20 سال رئیس سازمان امنگی ملی اقوام قبایل افغانستان بودیم. من در 34 ولایت افغانستان کار کردیم. من مثلا پایگاه اجتماعی دارم. حالا شما در همین مدت 3.5 سال یکی از نام همین رهبران نام برده طالب؟ نه بردنه. پس وقتی میان روی ما فوکس میکنه، وقتی میان روی ما حساب باز میکنه، وقتی میای از من ویدیو میسازه، پس به این معناست که بالاخره من یک وزنی دارم، ورنه غیر او کسی کار را نمیکنه. ما در میان الحمدلله یعنی افغانها محبوبیت دارم، ما در میان افغانها کار کردیم، امیالی هم در پاکستان نماینده مهاجرین در خدمت مردم هم هستم، در هر جای باشیم در خدمت مردم بودیم. طالبان میترسه که این آدم دورنمای از یادم، یعنی آینده از یادم این یک آچون طالبان من وقتی که دو ماه تکامل بودم بیشتر از 3-4 هزار نفر مرا آمدن ملاقات کردن، این آدم میتونه در آینده، چون نه دزدی کرده در جغرافیه افغانستان، نه غصب کرده، نه امرای امریکایی ها به طول امریکایی ها بالاخره رخصیده و نه هم با کدام گروهی بوده و در هیچ زدبندهای افغانستان بالاخره این آدم سهیم نبوده. این آدم میتونه در آینده به عنوان یک کسی که بالاخره افغان ها میخوایش و محبوبیت داره، هیچ وقت بحث تعصب در وجود از این نبوده. من همه افغانستان برای همه اقوام افغانستان میخوایم، آزادی افغانستان، عزت افغانستان، اما اقتدار افغانستان برای همه افغان های عزیزم میخوایم. در همین راستا ما برای وحدت اقوام و قبایل 20 سال کار کردیم، بیشتر از تقریبا 160 ویدیوی کلان کنفرانس ها در سراسر افغانستان گرفتیم، در 200 ولسوالی افغانستان کنفرانس گرفتیم. طالبان این را میدانند، طالبان میدانند که این آدم این دورنمای هستی، آینده ای آدم اگر بتونه در مقابل ما این مثلا مردم بسیج بکنه و مردم گپش میگیره و این آدم است که گپ این را مردم قبول میکنه. جناب آشو مثل بانوان جنبندی و نتیجه گیری این صحبت ها و پایان این صحبت ها میخوایم از شما این نکته را بپرسم و این مورد را بپرسم که فکر میکنین برای رها ساختن افغانستان از شر گروه تروریستی طالبان و دیگه گروه های تروریستی که حضور طالبان باعث شده که اونها معمن امن افغانستان حس بکنن و هم رفاقت را که با گروه طالبان داشتن در همجا حضور داشته باشن، ظلم، جنایت و ستم بر مردم افغانستان ادامه پیدا کنن، به خاطر رهایی از اینمی وضعیت و نجات مردم افغانستان و افغانستان. تماسایی که شما با مردم دارین، مشورت هایی که صورت میگیره در جایی که حضور دارین در پاکستان، به چی فکر میشه؟ به چی باور رسیدین؟ چی باوری وجود داره؟ چه راه نجاتی را شما ممکن میدن؟
درباره یک بخش از سوال جواب ندادم، باز شنوندگان نگو که بحث پاکستان میاد تری خدا میگیره، گفتیم که پاکستان چی فکر میکنه. خب همین وطنای عزیز ما میدانن که اکثر کال امنا در اونجا هستن تابعیت پاکستان هم میاله داره. ای خو ادعای من نیست، وزیر سیاست یامش و ده ها وزیر دیگرش هم یال حاضر پاسپورت پاکستان داره. من فکر میکنم که این شایعه ای که پاکستان در مقابل طالب قیام میکنه و پاکستان بر علیه طالب بالاخره اقدام میکنه، اینا تاکتیک است، اینا تاکتیکی است. به این خاطر که طالب چون از این آدرس رفته بود، از اینجا رفته، حالا میخواد اونجا بزرگ نمایی کنه، میخوایم بگم که اونجا میخوایم ملی گرایی کنه. اینا بازی موش پیشک هستن. تا پاکستان اگه این کار میکرد، پاکستان اگه این کار میکرد، اول وقت جغرافیای افغانستان فتح شده بود. از آدرس پاکستان، از آدرس هاشمی یک فای مرمی در جغرافیای افغانستان شده، ما محکومی این دنیا و دنیا. این به خاطر که باز اگر من بازم تاکید میکنم پاکستان اگر بخواهی کار رو بکنه، باز گروه های دیگر داره دیگر، مثل جناب آقای حکمتیار که عمری در اینجا بود، مثل دیگر بزرگوارا، بعد میایه با هاشمی کار میکنه. این بس ایست که اینجا مثلا برفرض یک تاکتیک است، تاکتیک بازی میکنن در چشم مردم خواب میندازن، اصلا همچی یک گپی نیست. میایم درباره جواب شما جناب مجیدی صاحب. من به عرض تاسف سیاسیون هم میبینم در سراسر دنیا. شما ببینیم بیشتر از 50 حرکت بعد از همین سقوط طالبا، 50 حرکت اعلان موجودیت کردن. خب این اعلان موجودیت کردن چی مفهوم، چی معنا داره؟ و دوم است که هر سیاسیونی ما را ببینی میگه افغانستان در جغرافیا در کف دست یمی است، کمتر از میلیونی صحبت نمی کنن. ولی که یک شخصی که خودش در افغانستان یعنی 5 نفر رو قبول نداره و میاد شعار میده که من میلیون مردمی افغانستان با ماست، صدقید شو، قربانت شو. وقتی که 50 تا حرکت شما اعلام کردین، هر حرکت شما یک میلیون نفوس داشته باشه، 50 میلیون نفوس داره. افغانستان خب 50 میلیون نفوس نیست، آقا 3 میلیون و 63 تا بخش هست که هست. من میخوایم بگم که پاما جمع میکنم، میخوایم بگم که پس اگر این همه سیاسیون این همه نفوس داره، پس منتظری چی هستن که مثلا 4 تا طالبی که از کو آمده با هیچ ارزش‌های اسلامی افغانی، با هیچ ارزش ها و فرنگ ها و هویت ما با هم امخانی ندارن و در اختیار به عنوان گروه های نیابتی در اختیار قدرت های بزرگ منطقه و فرامنطقه قرار دادن، پس چرا این سیاسیون، پس چرا قیام نمیکنین، پس چرا همه طرفدارا اوقاتانا نمیگین که بلند شود؟ من میخوایم بگم که تا زمانی که این سیاسیون ما، حالا چه طبقه خواهرها باشن، چی استادا باشن، چی دانشمندا و پروفسورا و اعصاب و جریانا باشن، تا از این گزافگویی بیرون نشون، تا از این گپای به اصطلاح یعنی پنچره بودن خود دست نکشن، بیاین همگیشون زیر یک سقف برای نجات افغانستان، برای وحدت ملی، برای اینکه همه چیز را از دست دادیم، برای اینکه ملت ما بدبخت است. امروز کشورها ما را توهین میکنن، تحقیر میکنن، در ترکیه میریم افغان ما را زیر سنگ میکنن، در ایران میروند مثلا بر فرد برگبار میبندن، در پاکستان میبینین که چی فاجعه مثلا چه وقت پیش رخ نداد، در جای دیگه همینطور، جای دیگه همینطور. های سیاسیونی محترم، والله بلا ما نه قدرت میخواهیم، نه در زمان آقای غنی مستقیم با غنی تماس داشتیم قدرت خواستیم، نه در زمان آقای کرزی قدرت خواستیم، چون میفهمیدیم که اونا کسایی نبودن که در نظامی از اونا آدم وظیفه بگیره در مکاناش شامل بشه، و نه در زمان طالب و نه در زمان گروه دیگه بیاید. هیچ نمیخواهیم، اما به خاطر نجات افغانستان، به خاطر بیرون رفت قضایای افغانستان از این معضلات، به خاطر مردم افغانستان،
به خاطر فرزندان افغانستان، به خاطر خواه، هویت، عزت، شرف مردم افغانستان، ما خواهش میکنم از همه سیاسیون که همه اختلاف ها را کنار بگذارن، کی چه کار کرد، کی چه کار نکرد، سیاسیون چه کار کرد، این کارها را بگذارن کنار، هر چی کنن تاریخ قضاوت میکنه، هیچ کسی در افغانستان بیگناه نیست که بوی ما بیگناه است، بیان زیر یک سقف جمع شوند، بیان متحد شوند، دست به دست یم بدن، به طالب التیماتوم بدن که مثلا برفرض دو ماه وقت میدیم، یا یک نظام دموکراتیک مبتنی برای مردم ایجاد بکن، یک کمیسیون دور شوه، تو هم بالاخره برادر ما، هیچ فرق نمیکنه، ما نمیخوایم خون کسی ریخته شوه و خون کسی را بریزانیم، در غیری از اون صورت اگر این کارا نمیکنی پس تو دشمن ماستی. این یک بستر اگر ایجاد شوه، ما در اون تلاش میکنیم با نسل جدید، با نسل دوی افغانستان شب و روز کار میکنیم، داریم تلاش میکنیم، اما در اون حدی قضای افغانستان به حدی پیچیده است که در اون حدی نیست که هاشمی بتونه تمام قضایای افغانستان را مشکل حل کنه. بله، آقای سید رضا هاشمی، رئیس شورای سرتاسری انسجام بدخشان، ممنون از اینکه لطف کردین به ما فرصت دادین و صحبت کردین. سلامت باشین، خداوند شما جوانان را عزت بده. من واقعا میبینم رسانه ها را بسیار روشنگرایی میکنین، خداوند عمر طولانی برای همتون نصیب بگردونه. قربان شما.